آلانه توفیقی تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند تا بیشتر همین موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای توفیقی، وقتی به این نظر سنجی نگاه میکنیم چه تصویری از ایران به ما نشون میده؟ متاسفانه میشه گفت که تصویر تیره و تاری در مقابل ما قرار میده. ببینید، نظرسنجی ها دقیقا شبیه به این هستش وقتی که فردی به پزشک مراجعه میکنه، ضربان قلبش رو میگیره، گوشی میذاره، صدای تنفسش رو کنترل میکنه و کلا اون علائم حیاتی. وقتی که ما در جامعه نظرسنجی میکنیم، علائم حیاتی جامعه رو داریم میسنجیم. وقتی که شما در جامعتون حدود 50% جوانانی که در 18 تا 29 ساله هستند تمایل به مهاجرت پیدا می کنند، نشون میده که آینده خیلی مناسبی در انتظار شما نیست. گفته میشه که آینده رو آرزوی جوانان یک جامعه می سازند. وقتی که جوانان شما به فکر ترک کشور هستند، طبیعتا آینده خیلی مناسبی در انتظار کشور نخواهد بود. همچنین یک سوم ایرانیان علاوه بر اینکه در اون سن 18 تا 29 سال گفتن حدود 50%، 30% ایرانیان کلن تمایل به مهاجرت دارن که من فکر میکنم عمده این برمیگرده به نحوه حکمرانی، نارضایتی عمیقی که در مردم ایران وجود داره، هدر رفت منابع ایران در 43 سال گذشته در مقایسه با کشورهای اطراف ما که از پتانسیل‌های خیلی کمتری هم برخوردار بودند. این نگاه تیره و تار و ناامید نسبت به آینده رو متاسفانه به وجود آورده. چطور به کشوری که چنین نسبت به آینده جوانانش ناامید هستن میتونه اصلا به سمت توسعه حرکت بکنه؟ خب این سوال بسیار مهمی است. اساسا باید دید آیا دولتی که در کشور ما یا نظامی که در کشور ما حاکم هستش یک نظام توسعه محور هستش؟ آیا فرایندی که در طول 43 سال گذشته ما شاهدش بودیم نشان دهنده حرکت به سمت توسعه هست یا نه؟ متاسفانه حتی نشانگرها و اون علائمی که در درون خود حاکمیت و توسط منابع رسمی منتشر میشه نشان دهنده این هستش که این اتفاق در حال افتادن نیست. یعنی جهت ما نه تنها به سمت توسعه نیست، بلکه ما شاهد یک عقب رفت هستیم. ببینید، آخرین آماری که منتشر شده نشون میده که برنامه توسعه ششم 70% با عدم موفقیت مواجه بوده. خب وقتی که شما مواجه هستید با نظام و حکومتی که ظرفیت‌های لازم رو برای توسعه در کشور که وجود داره نمیتونه از حالت بالقوه به حالت بالفعل در بیاره و عملا کشور رو دچار یک روزمرگی کرده، نه تنها امیدی به توسعه نیست، بلکه همین که بشه جلوی این در واقع پسرفت رو گرفت، به نظر من خودش یک موفقیتیه. چون ببینید، آمارها نشون میده که کشور ما در طول 10 سال گذشته حتی نسبت به ازبکستان و عراق که اونها روند توسعه مثبت داشتن، ما متاسفانه روند توسعه منفی داشتیم. من فقط میخوام این نکته رو هم اشاره بکنم که خب چه کار باید کرد با این وضعیت ناامید کننده و تیره و تار؟ نمیشه که زانوی غم در بغل گرفت و امکان اینکه حتی 50% هم مهاجرت کنن وجود نداره. به نظر من اینجا هستش که گروه های سیاسی مرجع میتونن این رو تبدیل به یک موتور برای تغییر جامعه ایران به سمت بهبود وضعیت بکنن. این رسالتی است که ما به جای اینکه شروع بکنیم به تکذیب این آمارها، کاری که دولت معمولا وقتی که مواجه میشه با این آمارها انجام میده، و یا گروهایی که میان از حکومت حمایت میکنند و سعی میکنند وارونه نشون بدن این حقایق رو، به نظر من اینها باید دست در دست کسانی بدن که خواهان عبور از وضع موجود و رسیدن به یک نظام شایسته مردم ایران هستند. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی از پاریس همراهمون بودید.